بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم که برای هشتمین نوبت در هشتمین سال دولت تدبیر و امید در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی موفق شدیم تا مسجد شریف امام رو زیارت کنیم. البته امسال به دلیل اینکه این ایام هم مصادف هست با میلاد با سعادت دخت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و همچنین سال روز ولادت امام راحلمون در همون روز میلاد حضرت صدیقه کبرا، رنگ و بوی دیگری امسال این دهه فجر انقلاب داره. خب امام عزیز و بزرگوار ما در طول نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی درس‌ها و راه‌های بسیار ارزشمندی رو به ما و جامعه ایران و جامعه اسلامی آموخت. در اکثر نهضت‌ها و انقلاب‌ها معمولاً رهبران تکیه می‌کنند یا بر احزاب سیاسی یا بر قدرت‌های نظامی، قدرت نظامی چریکی رو تشکیل می‌دهند یا اینکه با قدرت‌های خارجی، اونهایی که مخالف با اون حکومت قبلی هستند، نوعی تماس برقرار می‌کنند تا بتونن به موفقیت و پیروزی برسن. امام هیچ یک از این راه‌ها رو بر نگزید و انتخاب نکرد. امام اون قدرت اصلی رو قدرت مردم می دانست و اون چه تلاش می کرد این که اذهان مردم و افکار مردم اقناع بشه برای اون مسیر و راهی که امام برای انقلاب انتخاب کرده بود. در واقع امام از سالها پیش به خوبی می‌دانست که قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد و او اون قدرت نرم رو برگزیده بود و انتخاب کرده بود. خود دوازدهم بهمن سال 57 نشون داد که امام در مسیر و راهش چگونه پیروز شد. روز 12 بهمن روزی بود که امام سرمایه اجتماعی رو به رخ جهانیان کشید. روز 12 بهمن بی تردید یوم الخمینی بود. حالا اگر در روز عاشورا مردم تظاهرات کردند، خب هم عشق به امام حسین و هم عشق به راه و مسیر امام مردم رو به خیابونها کشوند، اگر در روز اربعین مردم به عشق شهدای کربلا و انقلاب اسلامی به خیابون آمدند، دیگه 12 بهمن نه تاسوعایی بود، نه عاشورایی بود، نه اربعینی بود. اون روز ویژه امام بود، یعنی همه مردم آمدند به استقبال راهبری که حداقل 14 سال در انتظار چنین روزی بودند. هر که رو گرفتند، زندان بردند، تبعید کردند به خارج یا داخل،
همون رژیم زندان و تبعید رو پایان داد. اما امام نگذاشت اون قدرت جباری که او رو تبعید کرده بود، اون قدرت جبار او رو برگردانه. امام اونها رو اول بیرون ریخت و بعد برای آمدن پیروزمندانه خودش برای کشور زمینه رو مهیا کرد. این استقبال عظیمی که از مهرآباد تا بهشت زهرا انجام گرفت نشون داد که امام دارای چه محبوبیت و چه نفوذی در میان مردمه. و من میخوام بر این نکته تأکید کنم که نطق امام، که اولین نطق امام در ایران بعد از 14 سال بود، امام آخرین نطقش مربوط میشه به سال 43، 4 آبان 43 آخرین نطق امام در ایرانه که راجع به کاپیتولاسیون صحبت کرد و بعد هم امام تبعید شد. دیگه سخنان امام، اعلامیه های امام یا در نجف بود یا در پاریس بود، این اولین بار بود که بعد از 14 سال 2 مرتبه امام در این سرزمین با ملت خودش و با جهانیان حرف زد. نطق امام در روز 12 بهمن منشور جمهوریت و اسلامیت ماست. اون نطق به عنوان پایه و اساس نظام ماست و ما تا زمانی که با کلام امام و منطق امام در 12 بهمن 57 در تماسیم و در کنار اون هستیم و مجری اون هستیم، ما همچنان پیروز خواهیم بود. امام در نطق 12 بهمن، حالا در بحث‌های سیاسی از امام نجف صحبت میشه که راجع به ولایت فقیه سخن گفتند، از امام پاریس بحث میشه که اونجا جمهوریت رو مطرح کردند. من میخوام از امام تهران، از امام ایران، نطقی که امام در کنار مرقد پاک شهیدان این سرزمین ایراد کرد و امام ارواح شهدا و همه ملت ایران و جهان را به گواه گرفت، او در اون نطق تنها از مشروعیت دینی حرف نزد، او در اون نطق از مقبولیت و رأی مردم و حتی از عقلانیت و معقولیت هم حرف زد. گفت رژیم سلطنت رژیم عقلانی نیست، هیچ عقلی نمیپذیره این رو که یک فردی یه زمانی، حالا با کودتا، اگر بر فرض رأی، اگر بر فرض رأی آزاد، کاری که 50 سال پیش 70 سال پیش انجام گرفته چه ربطی به ما داره؟ امام به صراحت گفت پدران ما اولیاء ما نیستند، ما باید رأی بدیم به اون دولت و نظامی که میخواهیم برگزینیم. او از آراء مردم سخن گفت، او از خردورزی و عقلانیت سخن گفت، او از مشروعیت و اسلام سخن گفت و با این دلایل محکم مسیر و راه انقلاب آینده رو برای ما مشخص کرد. امام در همون 12 بهمن 57 به ما گفت
نظامی از دیدگاه او مشروعه که اون نظام عقلانی، اون نظام مورد رأی و نظر مردم و در چارچوب اساس و موازین اسلام باشه. همون راه همونه و مسیر همانه، همون راهی که اون روز او برای ما انتخاب کرد. حتی دولتی که گفت من تعیین میکنم، گفت من دولت تعیین میکنم به خاطر اینکه مردم به من اعتماد دارند، به واسطه اینکه مردم به من اعتماد کردند من دولت تعیین میکنم. این سخن مهمی در اجتهاد شیعه بود، این سخن مهمی در فقه سیاسی اسلام و تشیع بود. او اتکا نکرد به ولایت شرعیش، او اتکا کرد به اینکه مردم چون من قبول دارند، من با اتکا به نظر مردم و رأی مردم و پشتوانه مردم دولت تعیین میکنم. پس مسیر رو به خوبی برای ما مشخص کرد. راه امام راهی است که میتواند باعث بقای این نظامی شود که او بنیانگذارش بود. راه امام تنها به این نیست که کلمات امام رو بخوانیم و کلمات امام رو تکرار بکنیم، گرچه اون کلمات و اون جملات برای ما هدایتگره. مهم اجتهاد در کلام امامه. اگر ما امروز فهمیدیم اگر امام امروز در جمع ما بود چی میگفت، اگر ما از کلمات امام و راه امام استنباط کردیم که اگر امروز در شرایط امروز امام میخواست راه حل بده، چه راه حلی رو میداد؟ خب میتونیم سراسر زندگی امام رو نگاه کنیم. اجتهاد پویای راه امام مهمه. راه امام و توسعه راه امام برای ما اهمیت داره. امام در اون منشورش برای ما تبیین کرد ارزش‌های انقلاب البته ثابته. اگر از جمهوریت میگیم، از اسلامیت میگیم، از عدالت میگیم، از آزادی میگیم، از استقلال میگیم، ارزش‌ها ثابتند، اما روش‌ها ثابت نیست. در هر زمانی، در هر شرایطی ما باید روش صحیح و درست منطبق با شرایط زمان برگزینیم برای اینکه به اون اهداف بلند دست پیدا کنیم. راه امام به این معناست که امروز به خوبی استنباط کنیم از سیره امام و از کلام امام که راهمون رو به خوبی برگزینیم و انتخاب کنیم. امام در اون نطق تاریخی بر آراء نسل حاضر تأکید کرد و حتی اشاره کرد که آراء نسل دیروز نمیتواند مبنا برای نسل امروز باشد. در هر مقطعی مردم باید با آراء خودشان نظام مورد نظر خودشون رو برگزینند. امام در همون نطق به قاعده سلطه اشاره کرد که مردم نسبت به سرنوشت خودشون میتوانند تصمیم بگیرند. اینجا اون مسیر و راه درستی است که امام حاکمیت اسلام را با حکومت مردم در کنار هم تلفیق میکنه و به ما میگه چگونه باید مسیر رو ادامه بدیم.
من در اینجا میخوام تأکید کنم اگر انتخابات ها نبود، اگر صندوق آرا در طول این 42 سال نبود که تقریبا به طور متوسط هر سال یه بار، هر سال و چند ماه یک بار مردم پای صندوق آرا آمدن، در اکثر انتخابات های ما گاهی جمعیت بیش از 2/3 پای صندوق آرا آمدن، بیش از 70% مردم پای صندوق آرا آمدن. وقتی 2/3 جمعیت پای صندوق آرا میان، این رأی تنها به ثمره نیست، به شجره هم هست. میوه‌ای که آدم میچینه و بهش اعتقاد داره از اون درختی است که اون درخت را هم پذیرفته و قبول کرده. آرای مردم پای صندوق هم به ثمره است، هم به شجره است، هم به انتخاب اون فرد هست در اون انتخابات و هم رأی به نظام هست. این که امام به ما فرمود آراء مردم در هر نسل و در هر زمان، زمانی محقق میشه که ما یک انتخابات پرشور رقابتی پیش پای مردم بگذاریم. اگر مردم 70% پای صندوق آرا آمدند، اون منشور 12 بهمن امام ادامه پیدا کرده و اون راه را ما ادامه دادیم. سال بسیار سختی را ما پشت سر گذراندیم. از بهمن پارسال تا بهمن امسال هم مشکلات جنگ تحمیلی اقتصادی و هم مشکلات کرونا، اما من در محضر روح بلند امام می توانم به جرأت بگویم که همه ما تلاش کردیم در این دوران سخت جنگ تحمیلی و در دوران سخت کرونا که هر دو دست به دست هم داده بود و مردم ما را در رنج و فشار قرار داده بود، از همه توانمون و امکانمون برای کاهش رنج مردم استفاده کردیم. امروز هم علائم اقتصادی و آثار اقتصادی و هم علامت صحت و سلامت جامعه در برابر این ویروس نشون میده که ملت ما ملت موفقی بوده. هر جا ما در کنار مردم بودیم و هر جا مردم را قانع کردیم و هر جا مردم به صحنه آمدند، ما در هر مشکل و معضل جامعه تونستیم به پیروزی برسیم. امروز هم معتقدیم تا مردم در کنار این نظام هستند و تا مردم پذیرفتند که ما خادم مردم هستیم، میتونیم راه و مسیر امام را برای سالها، برای دهها و برای قرنها ادامه دهیم انشاءالله. من این دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را بعد از 42 سال و ورود به 43 سال انقلاب اسلامی را به ملت ایران، به خاندان بزرگ امام، به یادگار عزیز امام تبریک و تهنیت میگم. امیدوارم روح امام از ما راضی باشه و ما تونسته باشیم در حد توانمون مسیر و راه امام را طی کرده باشیم و ادامه داده باشیم و در ادامه راه هم تا پایان دولت بتوانیم پیمانمون را با امام راحل تا ساعت آخر انشاءالله حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.